توالاچیق داره واسه مرغابی ها ساز میزنه. کی؟ آقا فرخ دیگه. آقا فرخ کیه دیگه؟ بابا پسر فریب خانم. مرال خانم شما چی کار میکنین؟ درست گفتم خواه اسمتونو؟ بله من از اونجایی که هتل داری خوندم قرار بودش که توی یه هتل تهران مشغول به کار بشم، ولی خب با شرایطی که پیش اومد نشد دیگه. بعدش هم بابا اینا تصمیم گرفتن که بیایم اینجا و منم خب معمولا رو حرف مامان اینا حرف نمیزنم. هتل داری؟ رشته دانشگاهی داره؟ بله. یعنی مثلا واحد ارتباط با مهمون دارین؟ یعنی که چگونه اتاقی رو رزرو کنی؟ نه به اون صورت، ولی خب فرخنده جان اجازه میدی دخترم؟ آقا لطیف آفرین. خواهش میکنم، ممنون، ولی میتونم بپرسم بری چی؟ به خاطر این دختر قدرشناسی که تربیت کردی، فوق‌العاده است مارال خانم. ممنونم، لطف دارین به من. ببخشین، من و آقا لطیف با همدیگه مارال جونو تربیت کردیم. نه تعارف میکنن، تعارف میکنن، ایشون بیشتر زحمت کشیدن برای مارال خانم. فقط مارال؟ نه خب بچه های دیگه هم بودن، مهتاب، سینا، مارال، سعید، بگو دیگه. سعید، بله سعید. پسرها رو چرا با خودتون نیاوردین؟ راستش پسرها میدونین یکم چی میگن؟ میگن خجالتیان. خجالتیان. حالا ایشالله که بیشتر با هم رفت آمد کردیم از خجالتی هم در میان. بله البته، حتماً. راستشو بخواید من اینقدر از شما و خانوادتون خوشم اومده که گفتم یعنی اگر از این دوست و آشناهاتون آبی گرم نشد و نخواستن کمکتون کنن، من حاضرم کمکتون کنم. ممنون. لطیف جان گفتن اگر دوستاتون آبی ازشون گرم نشه. آبی گرم نمیشه. نه آب گرم نمیشه. پس من حاضرم کمکتون کنم. جدی میفرمایی؟ بله البته اگه پروین خانم همسرتون دوست داشته باشن. پروین خانم چرا نخواد؟ میخواد حتما قبول. مگه نه؟ میگم اگر ببخشینا دوست داریم با هم یه مشورتی چیز بکن. مشورت؟ نه مشورت میخواد چیکار کنه؟ نمیخواد مشورت، قبول. از اول عروسیمون بله رو گفته تا الان با ما را میاد. بله میگم مارال خانم شما که هتل داری خوندی حتما آشپزی هم بلدی. بله ولی خوبه مقدار لازم. خیلی خوبه، اتفاقا دختری که خونه داری بلد باشه میتونه مردی رو که به فکر زندگیش نیست و سر راه بیاره. میخندی؟ نه. چرا دیگه خندیدی؟ نه خنده که نه، ولی خوشحالم. تو نیستی؟ چرا؟ من که خیلی خوشحالم. گفتم زن خوبیه. بله دیگه، لابد شما میگی زن خوبیه. خوبه. لطیف یه چیزی بپرسم، راستشو به من میگی؟ آکه راستشو میگم، بچی؟ تو توی زندگی همه چیزو به من میگی دیگه، نه؟ آکه میگم. پس چرا من احساس میکنم که تو همه چیزو به من نمیگی؟ منظور چیه؟ من نمیفهمم. مثلا چرا این خانم دوست مرحومت میخواد ضامنت بشه کمکت بکنه؟ ما چه میدونم؟ میگم شاید چون زنه. مگه زنو چطوریه؟ نه منظورم اینه که خود دیده ما یه خانواده ایم، الان اومدیم گرفتاریم، شاید به خاطر همین گفته بهشون کمک کنه. یعنی دلش برامون سوخته؟ شاید بی خود کرده؟ مگه ما گشنگه داییم که دلش به حال ما بسوزه؟ میگم شاید. بعدش قربونت برم، تو چرا به خودش نگفتی؟ چرا اینا رو از ما میگی؟ خب بیپرسیدی ازش. خیلی خب، حالا از شما دارم میپرسم. ببین عزیز دلم، ما نمیدونم این خانم چطور یه مرتبه از این رو به اون رو شد، اصلا نفهمیدم.
بعدش هم تو چرا انرژی منفی میدی؟ بشنوه پشیمون میشه ها. موضوع انرژی منفی نیست اصلا که. و موضوع چیه؟ هیچی بابا هیچی. هیچی که نشد هر. خدایا این همه سال با ابهت زندگی کرد. بچه جرأت نداشت جلو من پا دراز کنه. الان این زن منو یک ساعت تمام سرپا نگه داشته که بهش بگم بله چشم خانم رئیس شما چی بینید؟ آقا از وقتی که شوهرش مرده ها این خانم اومده نشسته اینجا نمیذاره آب خوش از گلوی کسی پایین بره. برای امضا، برای امضا میدونی چه بلایی سر من آورده؟ تبخال زدم. همین، برای همین عصبانی هستی؟ آقا تو حالا مجبور بودی به همچین آدمی چشم بگی؟ ها، بارها گفتم. بعدش واسه ما فرقی نمیکنه که زن و مرد نداره. مثلا تو ببین الان دنیا کلا عوض شده. مثلا همین خانم مرکل ببین کجا رو گرفته. آقا اون فرق داره. چه فرقی میکنه عزیزم؟ آقا من به خاطر دو تا بچه و یه شوهر علیلی که دارم مجبورم این افریته رو تحملش کنم، وگرنه کی رو تحمل میکنه؟ خانم شما عصبانی هستی؟ به والله این زن خوبیه فریبا خانم، آدم غیر منطقی نیست. غیر منطقی نیست؟ نه. این امضا بابت 5 میلیون تومنه. 5 میلیون. الان 5 میلیون تومن چی بهت میدن؟ دو تا گونی سیب پیاز. آن خب راست میگی نمیدن. خب آقای جنوبی اصل لطفا بفرمایید. بله دست شما درد نکنه. چی داری میگی خانم؟ من 2 ساعت اینجا معطلم که این آقا که تازه از در رسیده داخل بره داخل. بفرمایید تو. خانم هوار نگه زشت. خب بفرمایید شما. بفرمایید بفرمایید. من که میرم. بفرمایید. 5 میلیون تومن زلزله هستی؟ به مالی بگو فعلا درخواست وام هیچ کسی رو امضا نمی‌کنم. من میرم سمت ماشین یه چیزی از کیفم وردارم برمیگردم. باشه. آقای جنوبی هست. لطفاً تشریف ببرید داخل، منتظر بمونید، الان برمیگردم. بله چشم. بفرمایید. اومدین. خیلی ممنون. حالتون خوبه؟ ها ها خوبم. مطمئنین که خوبین؟ ها ما خوبم. اما انگار شما حالتون خوب نیست. میگم اگه مزاحمم یه وقت دیگه بیام. چرا فکر میکنین حال ما خوب نیست؟ آخه میدونی تو این شرایط و اوضاع احوال بد اقتصادی و فشار نمیخوام بهتون فشار بیاد. یه وقتی رو دروازی کنین به ما. بفرما. دست شما در نکنه. چقدره؟ 500 تا. 500 میلیون؟ اگه کمه یکی دو هفته به من فرصت بدین 500 تای دیگه هم جور میکنم. نه بابا خیلی زیاد هم از فقط ببخشید. یعنی فکر میکنی این چکه پاس میشه؟ نه نه ما منظوری بدی نداشتم، فقط نمیخوام به شما فشار بیاد یه وقت خدای نکرده. من فقط به خاطر مشکلاتی که الان دارم تاریخ چکو برای 2 روز دیگه گذاشتم. خب پس خدمتتون باشه، هر وقت لازم شد میام میگیرم. بفرمایی. میدونی من خودم چون خیلی دچار بحران ها شدم بعد درک میکنم هم شما هم مسائل اقتصادی رو درک ببخشید دیگه. بفرمایید. خواهش میکنم، منم کلی کار دارم. با اجازتون. به هر حال خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. زحمت کشیدیم، با اجازتون. خواهش میکنم. اجازه ما هم دست شماست. آقا لطیف؟ ها چیه؟ پشیمون شدین؟ نه بابا این حرفا چیه؟ ها چی؟ راستشو بخوای من یه مدتی دنبال یه دختر خانواددار میگردم واسه پسرم فرخ. آه به سلامتی انشالله.
دختره رو حقیقتش پیدا کردم، ولی خب فقط من که مهم نیستم، خانواده دختره هم باید قبول کنن. ها، ولی خب باید خوشحال باشن که همچین خواستگاری دارن. واقعا؟ ها واقعا. و چی؟ خانواده به این خوبی ماشالله، متانت، اخلاق، همه چی الحمدلله دستتون به دهنتون هم خب میرسه، چه چیزی از این بهتر؟ خدا رو شکر که نظرتون اینه. خواهش میکنم. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟ خواهش میکنم. فقط فقط چی؟ فقط لطف کنیم به من بگین که کی میتونم، یعنی کی میتونیم بیاییم مزاحم شما و خانوادتون بشیم. ببخشید بری چی اون وقت؟ خواستگاری مارال جون. مارال ما؟ بله. حالتون خوبه؟ آقا لطیف. پس چرا چیزی نمیگین؟ نگفتم؟ نه نگفتین. گفتم ها؟ نه. خب یعنی نگفتم قدمتون رو چشم؟ نه. خب قدمتون رو چشم، حتما تشریف بیارید، خوشحال میشه. خیلی خوب، حالا واسه من ادای آدمای عصبی رو در نیار. تو اگه واقعا عصبی بودی اصلا چه کنه میگرفتی؟ میگفتی خانم دختر من اصلا نمیخواد ازدواج بکنه. الان به ثابت میکنم. کجا داری میری؟ میرم چکو پس بدم. ایوه خاک پسرم، ما زندگیمون اینجوری رو حواس تو داره میری چکو پس بدی؟ آه تو میگی چکار کنم خو؟ کسی که میخواد چکو پس بده اصلا نمیگیره. خب به چی بگم عزیزم کسونم؟ ای اول چکو داد بعد پیشنهاد داد، اگه پیشنهاد میداد بعد چکو میداد خود نمیگرفتم که خاک تو سرم. یعنی لطیف واقعا اگه اول پیشنهاد میداد تو چکو نمیگرفتی؟ معلومه که نمیگرفتم عزیز دلم، نمیگرفتم. حالا هم طوری نشده که اتفاقی نیفتاده. یعنی چی اتفاق نیفتاده؟ یعنی اینکه مارال یه دونه نمیگه و راحت میشیم. نه میگم اومده و چیزه از پسر خوشش اومد، و وقت تکلیف چیه؟ نه من دخترم اون میشناسم، اون الان درگیر هتل و هتلداری و کار و مشغل است، اصلا نمیذاره چیزی مانعش بشه. من میدونم اون جوابش مثبت نیست. ما چرا یهو لال شدم؟ ای بمیری لطیف، یعنی زبونت بند اومد نتونستی تحمل کنی؟ نداره، حالا هم طوری نشده که اون که نمیدونه موضع تو چیه. ما بهش میگیم یه نمیگه همون. یعنی الان تو پو انداختین تو زمین من؟ بابا بند خدا بابا چیکار کنه؟ همین که چکو گرفته بوده داشته از اونجا میومده بیرون، فریبا بهش این پیشنهادو میده. قضیه چیه؟ هیچی مادر من، تو هم که به همه چی مشکوکی. مبارکه؟ چی مبارکه؟ خبریه؟ نه بابا چه خبری؟ چی داری میگی؟ سینا برو بازی کن، برو بازی کن. میخوایی مارال شوهر بدین؟ نشستن من و مارال تو اتاق یعنی اینکه ما میخوایی مارال شوهر بدیم. آره؟ پس چیه نکنه در مورد من ها؟ نه ترس، کسی قرار نیست تو رم زن بده. بدینم من اصلا نمیگیم، اصلا زن نمیخوام، من زن نمیخوام. آقای داداش مختر من، اگه قرار بود به شما زن بدن که نمیدن، با شما خلوت میکردم. سینا جان، یعنی هر موقع مامان و بابا با هم دیگه خلوت میکنن قراره برای بابا زن دوم بگیرن؟ همینو بگو. بس قضیه چیه؟ بلش کن بابا، بزن نگم، بالاخره که میفهمیم. پسر من، فردا شب برمیدونی این داداشتو میبری دور شهر میچرخونی. بفرما نگفتم؟ مادر من تا نفهمم قضیه چیه نمیرم دنبال خودسیا. به آخه اگه به تو مربوط میشد که بهت میگفتم دیگه. نگاه کن مهدی رفت، شما بگه قضیه چیه؟ دهنتو ببندا. Thank you.
چی اجاره نمیدی؟ آقا جان ما بهت میگم ما مالک اینجا هم. اینجا هم به خاطر تعمیرات تعطیل مسافر قبول نمیکنم قربونه برم. مرد حسابی واسه چی تبلیغ میکنید؟ کی تبلیغ کرده عزیز دلم؟ تبلیغم کجا بود؟ اگه مردم مسخره شما چیه؟ تبلیغ چیه؟ پچر پارش بکنه. عجب آدمیه. تو چرا عصبانی هستی قربونت برم؟ بابا هیچی نگاه کن، نگاه کن تو رو هیچیه. جلسومت دارم نگاه کن. پروی خانم این برگه چیه؟ کاغذ پاره. میبینم کاغذ پاره است ولی تبلیغات جزر و مده. چقدر گفتم زودتر اسممونو ثبت کنیم و کپی کردم. آقای پروفسور بعد از این تبلیغات اینجا آدرس ما رو دادن. نگاه کن کیلومتر 5 جاده معاشر به اهواز. این نامردا همین یعنی چی؟ من چی میدونم؟ کی میاد واسه ما تبلیغ کنه؟ چرا به من نگاه میکنی؟ من روحم هم خبر نداره. نکنه کار توی ها؟ من مشقمو میرم اینو بنویسن. مگه مریضم بیام وقت ارزشمندمو بذارم واسه این چرت و پرتا؟ زبونم که داره انقدر خو. پس کدوم آدم خیری پیدا شده برای ما تبلیغ کرده؟ چی بگم؟ ما چی میتونم؟ عجیبه اصلا. خیلی هم عجیبه. آقا کات بدید. این چه بازی آخه؟ بد بازی میکنی. چرا نمیخوری زمین؟ مش با مونی؟ ها؟ بری چی با؟ قرار بود دو تا مش بخوری بیفتی زمین. آخه تماشاجی باور نمیکنه ما با یه کلی بزنه بیافتم زمین خوکا. ببین کارگردان منم هر چی من میگم همونه. آی کارگردان حرف نمیذاری بزنیم. دو تا مش هم بخوریم، مترسکیم. فردا فیلممون بخش میشه، همه تو خیابون مسخرهمون میکنن. جان بذار مسخره کنن، بذار بخندن اصلا. آقا درد میتونیم بکشیم که درد دیگه. اگه حرف نزنی آره. بدون حرف درد بکشم؟ آره. آدم مش میخوره آخی میگه آه. هیچی سکوت. آخ چونم اینه بذار بگم. نه داش بگی. دوباره میگیریم. شما خود درد میکشی آخ نمیگی؟ نه. بیا برو ببینیم با همتون با همه. نه دیگه. درد نمیکشی؟ بذار داریم حرف میزنیم. حرف درد درد بعد بهت میگم. بیا تو چیکار میکنی؟ کجا رفتی؟ بله جان کار آقا کجا؟ ما با ایشون کار داریم. بیبرون بر کار من واجب تره. کار من واجب تره؟ چیه نورمون داره میره؟ بیبرون بر اصلا ندارم. کلوین داره میره. کلوین این چیه؟ نوره. کلوین همون نوره. این چیه؟ این چیه؟ این آروم بگو این چیه؟ کاغذ. کاغذ. این کار تو نیستی؟ نه این کار کارخونه. درخت های میبرن کاغذ درست میکنن. برم سرکارم. به ما چیه این چیه؟ همینی نداری؟ پرسر کارت همی؟ آره. دیالوگا میاد اونم به سیت کار بدم گری کشیدیم آوردیم اینجا. خدا همه دیالوگا من نمیدونم چی باید بگم که چته. ببخشید من شک کردم، فکر کردم کار تو. الان مطمئن شدم تو از این ارزا نداری. برو سر کارت. الان چه تقاطی چی شده؟ خب بگو کمکت کنم. به تو ربطی نداره. برو. الان آروم شدی؟ آروم ریلکس بده اونه. خواهی چی کار کنی؟ آقا اونه بده ترکته بده ما. تا الان خونه خودت کثیف میکنی کوکا؟ این چشه؟ این چشه؟ بیا فونتش بده که فونتش خانه دور حاشیهش گفتم قشنگ زدن تمیز. نارایی سلیقمون میخوای تو بگو سلیقت الغا کن، ما بگم به چاخونه بزنیم همون که سلیقه تو باشه. تو الان گفتی این کار تو نیست. اون عصبانی بودی. آدم عصبانی که چی خبر بدی بهش نمیدن. حالا الان تو سر پیازی تای پیازی به تو چه میری سر خود باز خود تبلیغات میکنی؟ آقا چادر گیرم چته؟ بابا خود تو مد مد دم شما مسافر خودتون برد کنه منم برد میکنم. وین وینه دیگه. وین وین. درست صحبت کن بابا. برنده برنده تو برنده بشی مسافرتون مسافر بیاد من میشم تور لیدر. مسافر میارم درصد میگیرم. ما شریکیم الان با هم. یادم باشه پیش تو دیگه هیچ زری نزنم. اکسسواری کجا میبری؟ اکسسواری بود؟ اکسسواری بیاد. این فلافل مده تو اذیت نکنه. ای خدا
بیا خوبی کن. خیلی خوب دیگه، حالا خودتو لوس نکن دیگه، یه تراکت چاپ کردی دیگه، بابام حق داشت دیگه. میگم فراشب چیکاره ای؟ بره چی؟ نمیدونم، مامانم گفت دست سینا رو بگیریم بریم ولگردی. مادرت به تو گفت دست برادر کوچیک تو بگیر بریم با هم ولگردی؟ میشه؟ نه، گفت شما دوتا خونه نباشید. خواستگاری خواهرته. چه چرت و پرتیه تو میگی؟ باش دیگه این خواهرته. این بده دیگه چی؟ مدرم بهت میگم. بهتر، من سینا میام خونه شما. روابطتون با بچه ها خوب نیم، ما میام پیش شما. میگم گفتم ما دوتا خونه نباشیم، بعد تو رو هم ببریم خونه؟ نمیشه که. ما باید باشم. باشم که اگه دعوا هوا شد، ما باشم کمکت، بدبخت. مالک. یعنی راستش بگو؟ راستشی که شوهرم هم داره میا خونه. خنده داره؟ یعنی اینقدر با هم صمیمی؟ من شوهرم هم 4 ساله ندیدم. ولی دمت گرم، تو این دور زمانه هیچ این رابطه های فامیلی رو حفظ نمی کنه. نه یه دقیقه نخند بهت بگم. نه اصلا نخند یه دقیقه. بابا نخندی که دارم میخوام برات توضیح بدم. چرا میخندی؟ رابطه فامیلی شوهرم هم ماهی سه بار دعوا میکنه با هم، هم میزنن تو سر کله، هم میخواد بیا خونمون، میخنده. آها، خب این طوریه که نمیتونی تنهاش بذاری دیگه، ولش کن. من سینا میریم پارک بشن. نه تو رو دروسی نگیر دیگه، من سینا میریم دور میزنیم. ولش کن، میریم دور میزنیم. آقا گوش کن خواه. خیلی خوب، بذار حرف بزنم. مثل آدم بگو. شوهر هم دعوا میکنه با هم، هم بل میکنه میاد یا خونه ما دنبال یه جو گوشه مفته حرف بزنه، حرف بزنه، مغزم در میاره. باشه، غلط کردم. باشه، خواهم میام خونه شما، فرار کنم از دستش. بذار حرف بزنم. بیا آقا، بیا آروم باش، بیا نوشابه بخور. نه این دنزده است. کنسول هم داری؟ من ماشین دارم، کنسول داشته باشم. ماشینشو نداری، کراشی، حالا چیزای دیگه هم هست. اینا چیه؟ ما چی میگی؟ اصلا خود میفهم؟ بابا کنسول بازی رو میگم، PS4 تیکن. بازی؟ بهترین بازی های مدرن میارم اونجا با هم. اوکی؟ اصلا شک نکن. آره، ولی الکیه. یعنی چی الکیه؟ یعنی قراره بهشون جواب منفی بدم. چرا؟ چی چرا؟ با شوهر کن برو دیگه، گیر نمیاد. سعید انگار تو بدت نمیاد از شهر من، خلاص چی؟ نه من جای تو بودم این کار میکردم، تازه شرطم میذاشتم شوهرم منو ببره تهرون. پس مامون بابا چی؟ مامون بابا چی؟ خب یعنی اونا الان وقت استراحتشونه، اونا هر چی که منو تو خواستیم برامون فراهم کردن، الان ولشون کنم برم بدون اونا؟ هر کاری دوست داری شما بکن، به منم هیچ ربطی نداره. آخه سعید یه مشکلی هست. چه مشکلی؟ نمیدونم من چجوری اینا رو بپیچونم. کاری نداره که، یه جوری گم برخورد کن که شک نکنن، بعد یهو بپیچون. ها؟ ببین یه جوری برو جلو که جواب منفی نمیخوای بدی، ولی یهو منفی بدی. خیلی ممنونم از راهنماییت، من هیچی نفهمیدم. ولی این کار اسمش کلاهبرداری ها. البته خب چاره ای هم نداری دیگه. چرا کلاهبرداری اون وقت؟ به خاطر اینکه بابا یه چیزی از فریبا خانم خواسته، فریبا خانم گفته باشه. الان فریبا خانم یه چیزی از بابا میخواد، بابا به جایی که بگه نه، تصمیم گرفته یارو رو بپیچونه و سر کارش بذاره. خب بابا میخواست فریبا خانم ناراحت نشه. نه خیر، بابا میترسه از اینکه فریبا خانم چکو پس بگیره. اون وقت کی گفته چکو پس میگیره؟ چکم پس نگیره، حسابشو پول نمیریزه، بابام که روش نمیشه برگشت بزنه، البته بعید نیست از بابا، ولی همه چی میری رو هوا. خب من چی کار کنم؟ مشخصه دیگه. نمیدونم. آقای میگ میگ، تو نمیخوای حاضر شی؟ من واسه چی؟ میخوای بشینی پای این ماسماسک؟ قرار شده ما نباشیم، پس شما مطمئن باشین که ما نیستیم. حالا کجا میخواییم بریم؟ هر جایی که چشم تو چشی خونواده نباشه.
سعید تو قرص مرسو دست و بالت نیست؟ آخه متاسفانه دکتر ما زود رفت داروخانه رو بستیم. اینجا مگه داروخونه است؟ حالا قرص چی؟ هر چی که آرومم کنه یه قرص بده دیگه. مادر ولش کن. یه دونه دمنوش گلگاو زبون بهت میدم. از 100 تا قرص برات بهتره. ماما اینا کی میخوان بیان؟ من کلی کار دارم. میان دیگه مادر. الان پیداشون. مردم شب خواستگاریشون شیرینی میخورن. خواهرمو دنبال قرص آرومش بخشه. اونا اومدن. یه خاک بر سرت. خوش اومدن. کجا میری؟ کجا میری؟ اینو نگهدار. نذاری بیادن. به چیزی دست نمیزنی ها، اون دفعه یکی از اختراعامو سوزوندی. الان گوش پاکن میکنین تو؟ بیا سلام. بازی؟ بازی مدرنی که میگفتی اینه؟ ای خوش بیت، حلو. حسن زابچ شکران. یه زبونی بگین که منم متوجه بشم. ببخشید گفتم خونه قشنگی. چشماتون قشنگ میبینه خانم. میگم چه هوای بهاری شده. خیلی گرمه. واقعا افتضاحه. راست میگی؟ خب اگه اجازه من برم چای بیارم. نه عزیزم بشین بشین. مارال میاره. بشین. ببخشید. مارال یه خورده حال نداره. بر چه حال نداره؟ یواش نرو. خب. دمنوش گلگاف زبون خورد. دمنوش گرگاف زبان کدوقه حالش بد. بشین بشین. نه نه بشین شما لازم نیست. بشین اون چای میاره. بزن بابا یا تو بازی باش یا تو بیبی باش. حواس نی دیوانه شدم. بازی تو بکن. زدی مونه من؟ و تو حالت بقیه گرفتم مورو منو پرد کردی بیرون برشی. داغ دل اونا داری چرا سر ما در میاری؟ خود درست بازی کن. آقا حال نمی کنی میخواستی نیایی. با کی بود؟ با شما. با مونی الان؟ بله. به ما گفتی میخواست نیایی؟ بله. از خونه داری منو میدازی بیرون؟ دقیقا. کار ما شوخی ندارم و برم دیگه بر نمیدم. برو درم محکم نبند. برو برو. ببین ما برم دیگه چراغ جلوم نمیبینه. کلن چراغ اقفو ما میرم. واقعا؟ بله. بفرم. خداحافظ. خداحافظ دیگه. خداحافظ. شوخی ندارم بطا. آقا بفرما. بازی چرا خراب کرده؟ نه بازی بده چی خراب کرده؟ الان مگه نگفتی من دیگه چراغ جلو شما رو نمیبینم؟ الان که کور شدیم که؟ مباحث قاطی نکن. رفتن با بازی دوتاه. بازی یه چیز دیگه است. ما الان اینو به هم نزن. ما چهار تا مهرم داخل بود. نوبت منه تاش. آه خب میتونم بزنم. دوست ندارم عرود پریدم. بازی کن. من نمیفهمم تو این اوضاع احوال ازدواج کردن یعنی چی؟ کدوم اوضاع احوال خب؟ همین اوضاع احوال. چش اوضاع احوال؟ مردم زن نگیرن، شوهر نکنن، دایناسورن. دایناسورا فکر میکنی بره چی نستشون منقرض شد؟ ازدواج نکردن 100%. انسان با دایناسور فرق داره. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ چه ازدواج بکنی؟ چه نسل منقرض بشه؟ چه نسل منقرض نشه؟ آخر هممون خونه سالمندانه. خیلی هم خوبه. به تو آتانکار میکنن، جارو میزنن برات. دلت بخواد بری خونه بره. نرفتی، ندیدی. یارو برقی خیلی هیجانی خونه تو بتره. چیه؟ تمیز کن. خدایا من چرا دارم با این صحبت میکنم؟ خیلی خوب کاری میکنی. اطلاعاتت داری زیاد میکنی. با پدر بزرگم یه جمله به من رسون. پنداد من منتقلش میکنم به تو. میگفت انسان اگر زن نگیرد آدم نمیشه بعد. پدر بزرگم تجربه داشتا. انسان سلام. سلام. حال شما خوبه؟ فکر کنم. منتظر کسی هستین؟ آه نه 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 چطور میگه؟ آخه همش چشتون به بیرونه؟ نه نه چیزی مهمی نیست.
میگم شما از اون پسرای حساسی نیستی که تا بهشون میگن بالا چشت ابرو بغض میکنن میدونن میرن چه مامانشون؟ آره دقیقا از همونا. شما چی؟ همیشه قد عصبی هستی؟ تازه من تندم هستم، بعضی وقتا هم دارو مصرف میکنم. چه دارویی؟ مگه شما داروهای روان پزشکی رو میشناسی؟ نه ولی رفیق خلوچه زیاد دارم. تو یعنی داری میگی من خلوچلم؟ آره؟ تو داری اینو میگی؟ تو پرو پرو پا شدی اومدی خواستگاری من و خجالت نمیکشی به من میگی خلوچل؟ خلوچل منم یا تو که دوستای اونجوری داری؟ بیادب. والا من یه همچین منظوری نداشتم. در ضمن من آشپزی هم بلد نیستم. تخمه مو؟ اونم بلد نیستم. خب شما از خودت بگو. والا من راستیتش آها راستی، من از سفر و بچه و همه اینا هم متنفرم. واسه چی؟ ای چیه؟ ای فرق داره با بقیه اختراعات جناب ناجمن؟ آره این خاصه؟ فقط وایسا تماشا کن ببین این بی چی جوری میتر کنه. خودش یا تو بهش دستور میدی؟ راجب اینا سوال نکن دیگه، بازی تو بکن. تو فعلا تو فاز عشق عاشقی هستی؟ اصلا نمیفهمی من چی دارم میگم. چی؟ نه نه نمیخوام بازی کنم. کی یعنی کی تو فاز عشق عاشقیه؟ مو چی گفتم تو کجا مو حرف دستور میدی؟ راجب اینا سوال نکن دیگه، بازی تو بکن. تو فعلا تو فاز عشق عاشقی هستی؟ اصلا نمیفهمی من چی دارم میگم. چی؟ نه نه نمیخوام بازی کنم. کی یعنی کی تو فاز عشق کجا مو حرف مو کجا عشق مو انچه انسان هزم داری میخندی؟ نخند مو دارم بغض میکنم. داری میخندی بابا؟ ابراز سلام میکنم. داری میخندی بابا؟ خب به من چه تو بغض میکنی؟ این چیزا مال گذشته بود. این روزا اینقدر چیزا جذابتری وجود داره که به عشق و عاشقی و ازدواج فکر میکنه. آدم بغض میکنه به خاطر عشق؟ جب کوه حرف های گو انتلیکتولی روشن فکری میزنی زن نمیخیم. ادسون آرانتس دو ناسیمنتو زن داشت. کی؟ پله! پله بابا فوتبالیست معروف نمیشناسی؟ پله! پله رو میگی؟ دارم که همین میگم پله دیگه. اون فوتبالیست بود، من دانشمندم، به من چی اصلا اون زن داشت؟ فکرم و کم میارم این لامپ، این چراغ، این نور رو کی ساخت؟ همین آقای گکس چیز دی، آقای ادیسون، این زن داشته. این ادیسونه؟ کیه به؟ موره رو بده بازی کنیم، چرا راجب این چیز حرف میزنیم؟ ولش کن، بیا کجا موره، بده من بازی کنیم. کیه؟ ولش کن. با تو نامی کیه؟ انیشتینه، ولش کن. هر کی؟ این هر کی باشه زن داشته از اون مشخص اقیاب باش. این زن داره. خیلی خوب آقا ولش کن. این زن داره. باشه زن داره. باشه داره. برو بوگرافیش بخون. این زن چی؟ بوگرافیش بخون. زن داره. چش بوگرافیش هم. زن مشخص زن داره. آقا غلط کردم، بازی تو بکن دیگه. میوه بفرمایید. براتون فروش بکنم. نه زحمت نکشید. آ چش. لطیف جان ببخشید. میشه یه سینی چایی بیاری؟ چای؟ یعنی ما نقش مارال بازی کنم الان؟ میگم سبک میخوری یا سنگین؟ یعنی چی؟ یعنی کمرنگ میخوری یا پارنگ میخوری؟ امو لطیف ببخشید، میشه یه چای کمرنگ تر برای من بریزین؟ مرسی. بابا من چایی نمیخورم، لطفا برای من بستنی بیارید. چشم چش بابا، چش. تعداد خازن ها که زیاد شه بهش میگین مخازن؟ بله. سلام علیکم آقا لطیف. علیکم سلام. این شازده اینجا چیکار میکنه؟ سوال خوبیه، چیکار میکنه؟ آدم شب خواستگاری خواهرش میشینه مصاحب مردم میشه، او وقت میشینه منچ بازی میکنه. نه جناب آقا لطیف، مزرعه میخوام این مزاحم رفیقم آدم خدا نکرده بونم لای دعوای چیزی بشه تو عروسی مراسم کمکش باشم.
راست میگه. یه دلیل دیگه نداره؟ دقیقاً همینه. چرا یه دلیل نداره؟ داره دیگه. بذار بگم. این صابخونه‌ش هم جوابش کرده. اون مهم نیست. مهمه. میگم نیست. مهمه. تو کرایه که خونه‌تون رو بشه صابخونه‌ت بیرون کنه ها؟ بگو. سوال خوبیه. گوشش خوبه. من مسئول وادومی بودم، الان نیستم واقعیت. آخه به ایشون بفرمایید. خودت اصلا جای این آقا بذار. ببین درسته شب خواستگاری مثلا خواهر شما بشینی با یه آقای نسبتا محترم منچ بازی کنی؟ کار نچندان قشنگیه. قصد قشنگی؟ بابا مامان گفت من نیام. آقا مامان گفته باشه، تو نباید بیا یه رخی نشون بدی. خب من میام یه رخی نشون بدم که چی بشه؟ که خانواده داماد ببینن مارال خانم چه برادر خوشتی و برازنده ای داره. قربونت برام. میخوان جایی بدی؟ جایی؟ نه خیر، همینطور نیست. میگم اینطوری نیست. چطوری؟ نه همین کار فرمودی. چایی؟ چایی؟ شنیدین چایی؟ بله که شنیدم. حالا مشکل شما چایی آوردنه؟ لاغل میامدی یه چایی خود تعارف میکردی، ضرر میکردی. نگفتم قبل چی میخوان؟ تو اونجایی که ما میدونیم چایی رو عروس میاره نه داداشش. ای آقاه تو چرت و پرت تحویل ما بده. بابا یه قدم بر میداشتی میومدی، تو یه سلام علیک میکردی، یه بار پرسی میکردی. باش آمونتی من در خیمه میارم. بیاش بابا میگه بابا میگه برو بباش. بابا چه خاکیه؟ کجا شدی دیدی؟ شالا عروسی عروسیان خود تور بگیر و بسنید با قرد. برو کنار بابا. چایی بده، بدبخت چایی بده. سلام.